درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین. جزئیات طرح جدید غنی برای صلح با طالبان. رئیس جمهوری افغانستان با تن 7 ماده صلح میگوید که در این طرح کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به صلح در نظر گرفته شده است. صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری میگوید که مذاکرات مستقیم با طالبان و تشبست در این طرح شامل است. آقای صدیقی افزود که تجدید اجماع ملی در خصوص صلح، مذاکرات با کشورهای منطقه، پیرامون همکاری از طریق برنامه‌های اقتصادی و حمایت از برنامه صلح حکومت افغانستان در سطح جهان از اهداف این طرح است. بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات با ایالات متحده و ناتو، مذاکره با طالبان، مذاکره با پاکستان، گفتگو با کشورهای همسایه، منطقه و کشورهای اسلامی، بحث با کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی، نیرومندسازی نهادهای ملی و رسیدگی به شکایات در سطح ملی 7 مدعی این طرح عنوان شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در مصاحبه با شبکه خبری NHK ژاپن خواستار مذاکرات مستقیم با طالبان شد. او اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات به تامین صلح در افغانستان منتج شود. آقای غنی گفت صلح زمانی تامین می شود که حکومت مشروع افغانستان و طالبان وارد مذاکرات مستقیم شوند. اما طالبان هم وارد مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند و حکومت افغانستان را دست نشان ده عنوان کردند. پیرامون این موضوع با مهمان بسیار خوب من جناب محترم آقای عبدالهادی قریشی آگاه امور سیاسی بیشتر بحث میکنیم و صحبت هایشان را تا نیم ساعت دیگر در این برنامه می داشته باشیم. خیلی خوش آمدید آقای قریشی، وقت شما خوش. مهربانی کردین و سلامات باشین جناب رضای صاحب. به یک بار خوش هستم که با شما هم صحبت هستم. و برای نخست سلام و حرمت خود را تشکر برای شما و دوستان من که در حضور دارن و دوستان من که مرا میبینن تقدیم میکنم. ما به خدمت شما سلامت باشین. آقای قریشی، همیشه گروه طالبان مذاکره با حکومت افغانستان و حکومت آقای غنی را رد کردن و حاضر نشدن که با این حکومت مذاکره بکنن. حالا این که آقای غنی یک طرحی را برای آغاز مذاکرات صلح اعلان میکنه و میسازه و یکی از ماده هایش هم این است که از طریق این طرح بتونه که با طالبان مذاکره بکنه و تشبث را به وجود بیاره، این به چه معنی است؟ طالبان بازار نیست مذاکره بکنه اما حکومت طرح میسازه. یک بار دیگه سلام حرمت بر شما. ما ستاره که دیدم مطالعه کردم و اخبار را که دیدم مطالعه کردم، جناب اشرف غنی هم یک طرح حمادی ترتیب کرده. شما شاید برای خوانده باشین به من ترتیب که دو جا ماده دو میشه چونین ذکر شده که اتش بس است و هر سخن مستقیم یعنی مذاکرات مستقیم بین طالبا و افغان ها است. از زوی طرف ای بد خود ثابت بشه که مربوط به کدام دستگاه خارجی نیست، یعنی مستقلانه گپ میزنه با ملایما و با داخل افغانستان گپ میزنه. همین چهار عنصر در ماده دومشان تذکر رفته. ای گمان میکنم طرح خوبی است که آقای غنی نوشته کرده و تنوس گمان میکنم رسانی نشده خو متا ماده جای خواندم من ترتیب بود. اما بحث در این است آقای قریشی که حالا اگر طرح خوب است و یا خراب است، بحث در این است که طالبان حاضر نیست با حکومت مذاکره بکنن. بله، طالبان خود دائما مدت زیاد شد که اونها میگن که دولت افغانستان دست نشانده ایالات متحده است. روزی که اونها به اصطلاح 11 سپتامبر به اعتراف که اونها در حالت حمله و حمله ایالات متحده قرار گرفتن، بعد از اونها تبع بالخصوص از سال 2006 به طرف این موضوع تذکر میده و حتی جهات علیه این نمی دولت حالا اعلان کرده. او گپی اونا است. ما فکر میکنم که بین این موضوع به شکل تحلیلی بیشتر یعنی تعمق سیاسی تاریخی رو باید نظر بگیریم، چون بس اک طرف میره. او به این معنا که ما شخصا خودم ها این گپ در چندین تریبین و هم ترتیب عرض کردم به
من هیچ یک کسی که یک استاد هستم و چندین تالیف دارم در این باب او به این ترتیب است که ما خودم تالیف را اصلا به رسمیت نمیشناسم. این گپ ما چندین بار گفتیم. البته ما پیش خود یک منطقی دارم. اگر اینها از خود شخصت کاری و بالفعل و بالقوه به خاطر گپ و سخن به خاطر ملت و مردم میداشتند غیبرزه اینها حاضر میشدن و سر ملت به اصطلاح دلسوزی میکردن و چه ضرورت که هر روز اینا قربانی میتن این قربانی تو در مظلوم ملت قربانی میتن دیگه شاید یک چند نفر محدود و معدود پاکستانی ها دیگه دیگه کشته شوه او شاید شوه اما در کل گفته منگل صاحب است که میگه اخوات موری افغانان میری زمینگوری نوری پدی خاتم زمینگوری نوری این طوری هست این واقعه دیگه پس اگر شما صاحب صلاحیت خود باشید و تحت تاثیر ایسای نبوده باشین خیلی چرا با دلسوزانه عمل نمیکنین از این خاطر ما اصلا این نظر خود ماست شاید از پیش من این مردم شاید خفم شده باشه چندین بار که اینها باید از خود صلاحیت بده که ما بگم که بله شما یک کسی هستین یعنی شخصیت کاری و تاریخی و صلح و مساله و کمپرومیز و مساله دار میره بانید خیلی خوب آقای قریشی حالا بنابراین هم حکومت دنبال صلح هست هم طالبان بنابراین میخواه صلح را روی دست بگیره هم ایالات متحده آمریکا دست هستین بالا زده تا این که بتونه صلح را در افغانستان به وجود بیاره بس بر این است که آیا واقعا محلفه های صلح را هم مد نظر قرار دارد دادن که اگر ما صلح بکنیم و بیایم در یک چتر واحد زندگی بکنیم پس از صلح چه باید کرد برای حکومتداری خوب برای آینده خوب برای اینکه بتونیم اقتصاد را خوب بسازیم تجارت را خوب بسازیم کاروبار را خوب بسازیم یعنی که فقط صلح به معنی این است که ما خشونت را کم بسازیم دنبال مسائل دیگر و مؤلفه های دیگرش نباشیم نه ایست که صلح و مصالحه از قبلا اوربان یا تشبس و صلح مساله به طور مثال به وجود آمد یک فرض است نظر است به وجود آمد طالب ها به اصطلاح به دولت یک جا شدن اما این رو مد نظر بگیریم که او کنون قرن 21 است نسل جوان اما او چیزی که اونا میخواه از این قرون وسطایی او ترتیب زندگی نمیکنه نه زنانه و نه مردانه یک کوتاه ساختم شنمنده یا بیننده به این گپ انشاءالله پای میبره گپ تو این ما دستورده های امی 20 سال داریم و نباید از دست بتیم اونها چی دستورده دامو زمان هم نداشتن و حال هم نداشتن بجوزه که خوندیزی و قتل و قتال و و عجیب شدن به طرف خارجی ها هر دسته که هست و از به طرف پاکستان از این حالت استفاده میکنه خود را با سعودی و مسکو نزدیک میسازه که این همی امور زمجا بسلا زیر قوت ما زیر رشادات ما و زیر صلابت ما انجام میشه این باید از اون حالت باید بیرون بکشه وقتی که چونین اینها نمیکنن لذا طالب ها و در مجموع کسانی که مخالفین مصالح دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستند به مردم چندان ارزش ندارد دو وقت ارزش پیدا میکنه که اونا هم به صلح قدم نیکو برداشته شد که شما فرمودین که اونا با دپای صلح هستن و اونا هم هستن ایالات متحده هم هستن ایالات متحده اگر فرض مثال امیتو با نیکوی صلح همی خواستن این محلت را بسیار زود میتونست که ختم بکنن ما فکر میکنم اونا هم دوگانه بازی میکنن و بازی دوگانهشن مردم یعنی بالخصوص نسل جوان ما و سابقهشن میفهمن برای آوردن صلح در افغانستان فشار سر پاکستان حتمی است چرا این چونی نیست این خودشان سوال برانگیز است آیا در برابر پاکستان کیها قرار داره در منطقه کیا است رقبایشان و زوبه طرف چین با پاکستان روسیه با پاکستان سعودی با پاکستان اینها با پاکستان گروه داعش ها که دوجه اینها یعنی که آماده دوجه جای گرفته و اونا را به دهنده ها در مجابت بسید بسازن
و اونا چی حقانی های چی و دیگه مذهبی نی که دامون جاست اونا چی یه همه گی سوال هاست و دیم و حالی کم دیم جا ممکن نیست خود میره بانی برای آقای قرائشی از دید شما من حیث یک فعال سیاسی چه اقدام را باید در کل حکومت افغانستان روی دست بگیرم تا بتونه طرف های درگیر را قانع بسازم و اینا به سریع ترین فرصت ممکن حاضر به این مسئله بشن تا با حکومت افغانستان مذاکرات را آغاز بکنن و از شدت خشونت ها کاسته بشن و همچنان بتونن مردم افغانستان خوشبین بشن یعنی کار را که حکومت روی دست بگیره چی است از دید شما؟ خشونت ها کاسته شون تا تیری خواله به فکر ما که به مسابی یک دولت انعطاف گذشت و انزال و تنازل تسامح و تساهل این را مد نظر بگیره از هر چوالتر اینها بر بگوین که ما آتش بس قربان نمی تاریخ و این طرف بر شما اعلان کردیم به داخل کشور حضور داشته باشین دمیجه مسئول نستین و برای ما دمیجه نمینده هایتن روان بکنن نمینده هایتن که دمیجه مردم سیاسی بوده باشن و اونا هم که سیاسیون داره اما خانه هشان در دبی هستن از مرگ و میری ما شما بسیار کم از دقیق تلویزیون خبر میشه خونریزی خون های سرخ و داغ و پاک ای وطن که اونا برشون به تفاوت گشتن بله از هر شوالتر به فکر ما که اینها این دولت حالیا آتش بس اعلام یک ماه دیگه ای که از موضوع خود که اونها چیزی میگن که یک یا الادا به طور مثال موارد هستم عناصر در پیشنهاد هستم موجود هستم بعد از مطالعه از هر چوالتر اینها یعنی عقب بیاین بپذیر که هر چیزی که اونها حکومت افغانستان یعنی عقب بیاین به خاطری که یک شای برد بگن اما بارمان نیستم که اگر این اقدام را حکومت روی دست بگیرن زیاده خواهی طالبان بیشتر میشه و اینا بیشتر جسور میشن و مطالبات زیادتر از حکومت خواهند کرد آقای برزه یک موضوع دیگه علمی تاریخی برتن عرض میکنم یکی خصوصی شد علمی تاریخی برتن امی جنگ و سال این در بیلانس قرار میدی میبینی که دینمی سال دینمی بره زمانی ما چی از دست میتیم و در مقابل چی به دست میاریم در مقابل هر روز 200 نفر 200 به طور مثال میره این خوب است که در طول یک ماه زرد چندین هزار چندین صد نفر شد از این خوب است که عظمی توتا عظمی توتا عظمی ماد عظمی ماد ما عقب نشینی کنیم یعنی او در میزان قرار میدی از این خاطر برای دولت بسیار شایسته است با فکر ما این خود ذات میشه شایسته اما اینجا خب بزرگی افغانی ما شماست اینجا سفیده و کلانه ما شماست اینجا جوانه ما بیرون بیمره برش میگوین که بدن این چونین نکنین این چونین بکنین یعنی بازرای حد داریم اگر دولت برای نخست به انعطاف قرار انعطاف بکنه بهتر اما برای من نیستن که دولت افغانستان انعطاف پذیری روی دست گرفتن پیشتر از این آقای غنی آمدن بیان کردن که اگر طالبان حاضر است صلح بکنه حتی ما حاضر هستیم که در درون کابل قندهار جلالآباد هر جایی که باشه ما دفتر برشان بسازیم باز بکنیم حتی بنا به گفته شما حاضر هستیم قربانی بدیم و هر خواسته که گروه طالبان داشته باشن ما میپذیریم اما این طالبان است که نمیپذیره بله میرم میپذیرم ما بیشتر از کدام برتن که ما یعنی نقد ما هم سر طالبان بودیم این طرف برای دولت نبود با در که این بحث آقای قریشی حالا اگر طالبان موضوع گیری میکنه و حاضر نیست که بپذیر مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان حالا اگر این حکومت هر پیش شرط و هر خواست هر امتیاز را که به جناب طالبان بسپرن پس میتونیم به طالبان اعتماد بار بکنیم که پس از این که بیان صلح بکنن اینا مصمم پایداری از ارزش های افغانستان باشن و حق و حقوق مردان و زنان افغانستان احترام قائل باشن در رفاه و آسایش و سهولت در کنار مردم افغانستان ایستادگی بکنن میتونیم پس از این اعتماد را به طالبان پس از صلح بکنیم یا خیر ما فکر میکنم که بسیار کم خواهد باشه به خاطر که یک بار ما شما 5 سال اینا را تجربه کردیم
گفتم می دور به نام امارات هر چیزی که بود دست قطع کو پای قطع کو چبک چبک زن در شلاق بودن شوار در پالوش یعنی شلاق میداد ریش ما رو ببینه ریش ما رو ببینه نفهم که یک مدر گپای که اگر ما بگم شایسته نخواد باشه شایسته نخواد باشه تکرار عرض میکنم از این خاطر او دونمو مفکوره که هستم از دونمو مفکوره او کنون نمیندگی میکنم این که کمک و رقب نشینی میکنه توسط یعنی به نسبت زمان رقب نشینی میکنه به خاطر زمان یعنی شما برای من مثلا اینکه طالبان این تغییر نکرده ما مطلقت از نگاه علمی ندارم به خاطری که از نگاه علمی ساینتیفیک هیچ گاه مطلق نیستن آخه قریشی زمانی که گروه طالبان سالهای متمادی پول پول چکهای افغانستان را ویران کردن از طریق انتحار انفجار ماین هایی که گذاشته می شد زمانی که دانش آموزان افغانستان مبنی بر انتحار انفجار که روی دست گرفته می شد معلمین معلمین کسا جانهایشان را از دست دادن مکاتب سوختانده شد در دورهشان و همچنان کارمندان ادارات حکومتی اگر درگیرشان می آمد اینا سر بریده می شدن و از بین برده می شدن شما بار من دست این کالا اگر پس صلح بکنن بیان به تمام این دستاوردهای مردم افغانستان تمکین بکنن و مورد پذیرشان قرار بگیرن یعنی به پیش مردم کدام روی خواهد داشت معنی ساده یک گفت این ترتیب است خود یک تجربه ما شما داریم این تجربه تباوی کنم امور تحلیلگرا به تلویزیون ها به نسبت ای که خواهر نسبت که بود نمیخوام تبصره بکنم تا هنوز نگفتم او تجربه است که در برابر دولت دکتر نجیب الله هم این ترتیب این مردمی که فعلا در مجد حکیمت و حکومت 200 نفر را میزن مخالفت میکنن مینست اپوزیشن خدا معرفی میکنم هم به این ترتیب بود شما نسل جوان سن خرد بودیم ما دیدیم که پول پلچک بالاخره چی و چی و بالاخره مکتب و در مکتب قرآن شریف بود و مسجد بله و کشتن حتی جمعی فروختن چندین مثال نام گفته ما میتونم که بگم در تاریخ هم نشته شده اونا وقتی که آمدن بس حالا بهتر شد یک تجربه افغان ها داره این وقتیت که پسته دل کسی خوش میشه خفه میشه که در میجه ششته و غصبین هست و چی هست و چی هست در میجه در هر قریه که در هر جایی که در هر شهری که هستم اینها به هم به میزرتی بودن خب برصورت او زیاد باش نمیکنیم وقتی که اینها در داخل چی شدن حکیمت حکومت شریک شدن بس از نگاه روانی، سایکولوژی و فرهنگی و نگاه اداری و فشارهای داخلی داخل کشور من و بجاد بس جوان من در قرن 21 ممکن تصحیح شوه این ما حکم نمی کنم ممکن است تصحیح شوه و تصحیح رو بیره و در اصلاحات به امره دولت یک جا به خاطر تعلیم ترقی ملت اما بس بالای همین است که این چنین خواهد شد یا خیر طالبان را که بیشتر برچسب حمایت از طالب پاکستان را زدن طالبان را که همیشه بیان کردن که بلندگوی خواسته های آیسای پاکستان هستند و حکومت و نظامی را پاکستانی قرار دارن و پاکستان هم همیشه دیدگاهشان بر این بوده که هیچگاهی به رفاه و آسایش و صلح در افغانستان نه اندیشده و با حمایت از پدیده های تروریستی و گروه های مخالف مسلح افغانستان در صد دین است تا اینکه در افغانستان آشوب و بی‌ثباتی و آنارشیزم را بنای بتونه به وجود بیاره آیا بارمند است اینکه طالبان میتونه یک طالب واقعی و یک طالب خوب و یک واقعا افغان واقعی پس از صلح باقی بمانن؟ افغان واقعی در آخر صحیح گفتی نه اون ترتیب که اونا قبلا بود ما احتمالا گرچه سیاسین معمولا طرحی که پیش میکنن او باید بسار و میق به ظرف نگری یه چیزی باید بینیلا باید بتا اما ما مجبوریم یه چیز بگویم که احتمالا به می ترتیب احتمالا به این معنا که امی زمان باید اینها امی تروشای فکریشان حسب نبی خواسته زمان فیلی و خاص جامعه ما باید اماده ساخته باشم و چیزی که در مکالا و کپلایشان است اونو باید مطابق نبی خواسته مردم باید آیر شو و اگر این چنین نباشه بازم در بیشه جای نخواد داشتن بازم مردم اینا رو نفرین خواد کردن مثل که فعلا اینها مین اما مردم یوا میگن که این کشتای ما از این اولاد ما از این زوی ما این چطور میشه کی جواب میده خو یک تجربه سابقه را مثل که سابقه ها
بعد از این سقوط دکتر سمیع نجیب کیها جواب دادن و کیها جمع کردن و کیها میلیاردها دلار گرفتن. ای و باز هم با 20 سال آینده و 40 سال آینده و 50 سال آینده واگذار میشه. خیلی خوب. کی جواب بده؟ آقای قریشی، شما شناخته که از حکومت افغانستان دارین و شخص رئیس جمهور غنی دارین که حالا طرحی رو آمده ساخته و قرار است که از طریق این طرح بتونه وارد گفتگو با طالبان بشه و پیشتر از این موضع‌گیری های بر علیه طالبان داشتن که صلح ایالات متحده آمریکا رو دست گرفته شد مورد قبول آقای غنی قرار نداشت و این رأی صلح یک طرفه و یک جانبه میان آمریکا و طالبان دانسته بودن و بیان کردن که ما باید مذاکره کننده باشیم و گفتگوهای بین الافغانی حاضر بشیم. شما شناخته که از این حکومت آقای غنی دارین، آیا باورمند هستین که این حکومت میتونه که همچنان در این طرحش و مذاکراتی که با طالبان روی دست میگیره خواست مردم را مد نظر بگیره، یعنی مردم سالها زحمت کشیدن، دستاوردی که دارن این را روبروی چشمشان قرار بگیره و بگن که ما به اینام احترام میگذاریم و باید اینام حفظ بشه، آزادی های مردم حفظ بشه، آزادی های زنان حفظ بشه، آزادی های رسانه ها و آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان حفظ بشه. با این مسائل هم باورمند هستین که این حکومت ها تن خواهند داد و مورد پذیرششان قرار داشت که ما حفاظت بکنیم، این که اگر وارد گفتگو هم بشن شاید مذاکرات شخصی و منافع شخصی خود را بتونن در اونجا مورد ارجحیت قرار بدن و در فکر منافع ملی در اینجا نباشن. جناب برزرسه، ما دائما این مفکوره دومی ماست، این ماده دوم است در مفکوره ما که صحبت ایالات متحده از او کشور همسایه و از او کشور همسایه و اتفاس شدن ما برای خود ما آنقدر قیمتی نداره، اما یک پل میشه، یک راه را باز میکنه. این را ماده نظر بگیریم. اما چیزی که شخصا خود ما با مسابقه یک فرد همین جامعه، یک شهروند سر زیاد تاکید میکنم، او صحبت ها، مذاکرات فی بین افغان ها است. به خاطر که قربانی ما میتونم هر روز اگر بالفعل بالقوه در مجمعه در جنگ حضور ندارم، شما حضور نداریم، اما مزیت های منفی و تند و تیز و تلخ و تصادم های که در جامعه در بخش اقتصاد گرفته تا به زندگی روزمانه، از اون که فرهنگ گرفته تا به معرفتن و بالاخره تا به خونریزی هر روز احساس میکنه، حتی رنج روانیش هم میکشن. لذا خودتا، یعنی ای ملت عزیز ما، دی مذاکره باید شریک باشی و تو باید باشی که صحبت ها فی بین طالب ها و این ها باید باشی. ما بی که تاکید میکنم و چندین بارم گفتیم، من هم او مذاکرات را من هست یک پل یک روشنی میبینم، اما ما هستم که باید مذاکره بکنم. گپ دیگه ای که در این مذاکرات هر کسی که تعیین میشه و شاید کارم شده باشه، دیگه آدم هایی که به صورت قطع جواسیس بودن و هستن و زمیر پایین دارن، اونها دیگه شامل نشوند. آدم هایی که با حب وطن، با زمیر پاک، با وطن دوستی، با کمپرومیز، با مصالحه، با وجدان پاک دیگه دی وطن مردم های کم نیستن، اکادمیسیان ها کم نیستن، نسل جوان ها کم نیستن، این هر شامل بسازد. این زیر تاثیر حرفای این و آن و این مشاور خراب و تراب و او رو مشاور بیمانا قرار نگیره. بسیار تشکر آقای عبدالهادی قریشی، ممنون از این دعوت ما رو پذیرفتید. سپاس از شما. این بود این برنامه در این نیم ساعت. ممنون از شما که بیننده بودین. دوباره برمیگردیم در برنامه تحلیل روز.